با سلام و درود احترام خدمت هموطنان. ببینید دوستان، ما وقتی که یه اتفاق جدید میفته که تجربهش نداریم، اگر کاری رو انجام میدیم بیایم تبعاتش هم در نظر بگیریم. الان اتفاقی که در بحث ویروس کرونا در دنیا افتاده، ما ببینیم که اکثریت قریب به اتفاق مردم دنیا از ماسک استفاده میکنند. آیا از ماسک استفاده کردند سوا اینکه ما بخوام پیشگیری کنیم از ورود این ویروس بدنمون، تبعاتی هم داره، مشکلاتی هم ایجاد میکنه؟ که بررسی های بنده در این چند وقت به این نتیجه رسیده که بله. چه کار کنیم که تبعات و این اثرات سوش کم بشه؟ الان خدمتتون رو عرض میکنم. مثلا دست شستن زیاد دیدین چه کار کرد؟ الکل زدن دیدین چه کار کرد؟ ماسک هم، یا مثلا لنز چشم زمانی که اومده بود یادتون میاد چقدر افراد نابینا کرد، چقدر لطمه زد سر اینکه یک سری افراد مال منافع بودن و نگفتن که چشم از بیرون اکسیژن تامین میکنه و لنز گذاشتن چندین ساعت باعث ضعیفی چشم میشه که شد و تبعات زیاد داشت. حالا بگذاریم. در نهایت ماسک، وقتی که ما ماسک به صورتون میزنیم چه کار انجام میده؟ ما میدونیم که هوایی که ما توش استنشاق کنیم و هستیم 78% نیتروژن هست که همون ازوته که زندگی ساز هست در همه امور، و 21% اکسیژن هست و بقیه هم عناصر دیگه. ما وقتی اکسیژن استنشاق میکنیم و نیتروژن استنشاق میکنیم، اکسیژن میره داخل ریه، جذب میشه و CO2 خارج میشه، همون اسید کربونیک خارج میشه. پس در نتیجه ما دم و بازدم ما جذب اکسیژن، دفع کربونیک است. حالا وقتی که این ماسک ما زدیم به صورتمون، این سوالی که دوستان کردن منو بیکار واداشت، اتفاقاتی براشون افتاده، خستگی، سینه درد، پهلو درد، نمیدونم عضلاتشون بی‌حس شده و و امثال هم دیدم. خیلی جالب ساده است. وقتی ما از اکسیژن زیاد از ماسک زیاد استفاده میکنیم، وقتی که اکسیژن میره داخل ریه‌ها و کربن میاد بیرون، باز از اون کربن ما استفاده میکنیم، برمیاد تو بدن. در نتیجه بدن کمبود اکسیژن میآورد. کربونیک خودش مسموم کننده است. و وقتی که ما زیاد استفاده میکنیم از این ماسک، در نتیجه میبینیم کم کم بی‌حسی و بعد یه حال بدی به اون دست میده، چون اکسیژن بدن کم میشه. اکسیژن بدن کم شد، رخوت و سستی میاره، بی‌حالی میاره، درد ماهیچه میاره، شب تو خواب پریدن میاره. وقتی میخوابید بعضی مثلا فکر کنن بختک شده، نه بختک نیست، این کمبود اکسیژن تو بدن شماست. حتی بعضی با ماسک میخوابن، تو خونه استفاده میکنن، این مشکل داره. بیایم اگر ما 10 دقیقه، نیم ساعت از ماسک اولا حداقل استفاده رو بکنیم، بعد دم و بازدم رو درست انجام بدیم، هر چقدرم انجام بدیم بازم کربونیک برمیاد تو ریه ما و این کربونیک مسموم کننده است و اذیت کننده است. بحث نیتروژن هم بعدا صحبت خواهم کرد که یکی از معجزات کره زمین است، بیشترین عنصری در دنیاست نیتروژن است، بچه‌ها سیلیس است که سیلیس رو در مورد چیز من صحبت خواهم کرد، سیستم دفاعی بعدا صحبت خواهم کرد. و خوشبختانه نیتروژن ما چون از طریق میوه‌ها، سبزیجات همه جذب بدن میشه و اصلا کار نیتروژن پروتئین سازیه در طبیعت و در انسان، و پروتئین بالاترین غذا، بهترین غذا سیستم دفاعی بدن هست که بعدی من صحبت خواهم کرد. اما اینجا میخوام راجع به بحث ماسک ها بگم. پس بیایم اگر از ماسک استفاده میکنیم زمان طولانی نباشه، و وقتی که ماسک میذاریم کنار نفس عمیق بکشیم تا کمبود اکسیژن در بدن ما جبران بشه، وگرنه کمبود اکسیژن برای ما غیر از سردرد، غیر از حالت تهوع، غیر از درد سر، غیر از سستی و رخوت، غیر از ریه اذیت میشه، ریه میسوزه، اصلا درد میگیره، چیز دیگه نیست. افراط نکنیم، تفریط هم نکنیم. و اگر تو توی خونه تعداد افراد زیاد هستن، حتما این هم هزینه میکنید، یک کپسول اکسیژن تو خونه بذارید. این احیا کننده بدن شماست. یک کپسول اکسیژن بذارید تو خونه و این یک کم باز کنید، به خصوص شبها که این احیا کنه. وقتی انگار تنگی نفس میگیرید، وقتی اکسیژن کمیه تو بدنتون، وقتی ماسک هم بردارید احساس تنگی نفس میکنید، این به خاطر رسیدن کم اکسیژن به بدن هست و این ماسک جلوشو میگیره و باعث دم بازم دا زیر ماسک میشه و کربونیک میره داخل بدن و ما رو بیحال و بی‌حس میکنه، احساس قلب درد میکنیم،
احساس بیحالی میکنیم، احساس میکنیم مریض شدیم. نه، این کمبود اکسیژن در بدن ماست. خب من اینجا یه تیکه راجع به این آقایون جدیدن سر از تخم در آورده در بگو بگم، نمیخواستم بگم چون بزرگ میشن، بزرگ نمیشن، کوچیک اینا. آقای شهرام همایون خود دوستان میشناسید، سال یه سال میشناسیدش و امبش مشتبه شده. این مزدور 100% و یک آدم کلاش و به قول معروف کلاهبردار حرفه‌ای، خب آمد دید که کنگرو به شانزده نزدیک شده، آمد و اون خریدش آورد پیش خودش و برادرش آورد. برادر کنگرو یکی از کلاهبردارترین انسان کره زمینه، کسی که 35 سال عمرش رو توی دادگاه ها گذرونده، یادم سالمی نیست. این به هر چیزی میفروشه. زمانی که بچه اطلاعات جامعه گفتن که ما کنگرو رو خریدیم، گفتم محاله. گفت برادرش نمایندهش بود، خیلی ارزون هم خریدیمش. خب کسی که برای 300 400 دلار مونده میفروشه، فرق نمیکنه. و آقای شهرام خلاصه حالا چی شده، امش مشتبه شده و قضیه اون روباه هست و شیر و قضیه شهردار شدنه. آقای همایون، نه تو شهردار بشو هستی و نه تو این کاره هستی، تو یک آدم مریض روانی و راحت میگم یک دزد بیشرف هستی، از هر چیزی میدوزی، از اعتماد دیگران. حالا یه آقای زنگ زد من که آقا شهرام همایون بد نگو، شهرام همایون کسی بود که شاهزاده رو به دنیا معرفی کرد، پرچم فروخ. گفتم چقدر ازت گرفته؟ گفت نه. گفتم چقدر گرفته؟ گریه کرد، گفت منو بدبخت کرده، من خودم زنم ماشین رو فروختم فلان، با پست مقام بده. گفتم پست مقام که با پول تو بخری؟ تو که آینده کشور تو جا داری، مکان داری. اینها دارن آخرین تلاشای مذبوحانه و کثیفشون رو میکنن. توف تو شرف نداشته همتون. کنگرو من فکرم تو یک انسان، من 2 سال وقت برای تو گذاشتم، یک جو شرف نداری، خود خیلی ارزون فروختی. لاغر فاحش ها اول کار خود خودشون با قیمت بالاتر میشه. تو همین اول کار وا دادی به همه چی، تو و برادرت و بقیه. و شهرام همایون پست سمت داره میفروشه و الان این کارم کرده. شازده 3 روز پشت سرم اعلام کرده، چه شازده اینو خبر داره بخ... تک تکی خبر شازده میرسه، وگرنه محال در طول این 40 سال شازده در مورد این مسئله 3 روز پشت سرم بیانیه بدن که آقا پست مقام اینو میفروشن برای خودش میفروشن، کاری که اون خانم گلستان میکرد، کاری که دیگران میکردن. پس دنبال اینا نرید، حرف اینا رو گوش نکنید، کرده خودتون میدونید. الان مثلا برای سهام امروز من خبر صف وایستادن، گفتم به درک وایستادن. ما که گفتیم آقا، همه میگن نخرید، همه میگن آقا نخرید، این سهام کلاهبرداریه، دولت داره کلاهبرداری، بازم سر تو کلاه میذاره، صف وای میستید. کسی که نصیحت پذیر نیست، قابل گذشتن نیست، به درک میخرید، پولاتون بدین بره، تتمه پولتون رو بذاره دولت بخوره براتون و شما رو در تک تک جنایت 41 سال شریک میکنه و با این پول هر جنایتی بکنه مقصره. مستقیم شما هستید که میدونید، آگاهید که داره کلاهبرداری میکنه و باز پولتون رو میدید. البته پولم قطعا پول سالم نیست که بی راه میره، آگاهانه دارید خودتون چاه میندازید، بندازید دیگه، اون دیگه دست من نیست. بلکه آقا جان مادر نخر، نه، برید هر کار میخواید بکنید، بکنید. ایام بکام، روزگارتون خوش. تا کلیپ بعدی در مورد پیشنهادهای من برای آینده دنیاست با هم میبینیم. خدا نگهدار.